یه آدم حسابی، منم پجو باز شیطون تو جلد رفته وقت اومده اینجا. بیا لباسه که میخواستی برات آوردمش. ببر بده به همون خانم مکوش مرگ ما که استخدامت کرده بپوشه. خب استخدام شدم که نون بخورم، نرفتم استخدامشم که خانمه رو بخورم که. افت جون بیا پایین بریم خونه، به چادر از گسته دق میکنن دا. تا داشت قلوم تکلیف ما رو معلوم نکنه دیگه پامو تو اون خونه نمیذارم. داشت قلوم فقط بلد تکلیف گوسفندا رو معلوم بکنه. زن از خر شیطون پیادشو بیاریم سر خونه و زندگی. تا صبحم که وایسی فایده نداره، اون خودتونم بچه هات. پاش اومد افولی افولی. پاش افتاده باشه، خیلی دیر کردی. حالا که میخوام برم یک کلام سر و صورتی بدم، این رحمت داره برام بازی در میاره. نمیدونم چرا من همیشه از راننده بدشانسی میارم. اگه اومد حرفتونو بهش بزنی، این که وضع کار کردن نمیشه دهه. مثل این که اومد. رحمت کجا بودی؟ من خیلی وقت حاضرم. من حاضر نیستم خانم، بفهم این پیرانه دون، اینم سویچ ماشینتون، اینم پول دون، بری یه رانندگی بیارین. خداحافظ شما. صبر کن ببینم چی شده. هیچی، زنم بیچاره تک و تنها تو خونه بی سرپرست و بی مادر ول کرده است رفته. متاسفم، حالا از دست من چه کاری ساخت است؟ میدونی که الان باید حرکت کنی. آخه وقتی کسی نیست بچه های بی مادر منو تر خوش کنه، من چجوری میتونم به کارم برسم؟ اصلا حواسم سر جاش نیست، عقل و چیزم داخل هم شده است. خب اگه موافق باشی من کاری میکنم که بچه ها تنها نباشن. چجوری؟ خودت اون مادر بچه های من میشی؟ واه 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 چه خوش اشتها. این چند روزه سریا رو میفرستم خونتون تا مواظب بچه ها باشه. این رو میفرسته خونه من؟ یک بار مواظب خود این باشه، دیگه خوراکی تو خونه من نمونه که. اگه دستور خانم نبود هیچ وقت این کارو قبول نمی کردم. فهمیدی آقا رحمت؟ خب پس اگه موافقی دیگه معطل نکن، زود باش بینی که سریا با بچه ها آشنا بشه. این پیرهنم میدی به خانم. دست شما درد نکنه. راستی به زحمت اون امونت کاغذی رو لطف بکنی. امونتی؟ آها بیا بریم.